ولگ دیگه با من. توی این ویدیو قراره با هم یک روز سلف کر تور داشته باشیم. در حقیقت به فارسی میشه همون جوری که به خودمون برسیم. ما زمانی به خودمون برسیم، حالمون به خودمون خوب میشه، احساس خوب به خودمون داریم، مواظب بدنمون هستیم و انگار بهش داریم میگیم که حواسمون بهت هست. قراره امروز با هم بدرخشیم که مهمتر از همشه و مطمئنم ویدیویی میشه که شما همین الان پا میشید دونه به دونه این کارا رو با من انجام میدید. اولین کاری که من میکنم هر روز صبح و توی ویدیو دیدی پیاده روی و آب لیمو خوردن که راجبش مفصل میخوام صحبت کنم توی تغذیه سالم، و دومین کاری که میخوام بکنم اونم چیزی نیست جز ناخنامون رو بریم مرتب کنیم. خب همونجوری که میدونید ناخنای من لامینیته و این طرح هم خیلی خوشگل بود، خیلی آلبالو داره و رنگ لکش هم که خیلی خوشگل بود. اینو میخواستم بگم که صرفا رسیدگی به خود این نیستش که کسی بره ناخوناشو کاشت بذاره لامینیت کنه هر چیز دیگه. من خودم دوست دارم از اینکه این کارو میکنم. هر موقع میرم لاک میزنم دستم همیشه لاک داره. الان دوست دارم، ممکنه یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، یعنی البته دو ماه دیگه نه، بعد درسه پرستو ممکنه یهو نخوام و بردارم، مشکلی هم نداره. فقط میخوام بهتون بگم که یه چیزی باشه که ناخوناتون مرتب باشه. حالا اگر شما نمیتونید کاشت کنی، لاک دوست ندارید، اصلا کاشت دوست ندارید، ناخوناتون رو سوهان بکشی، ناخونا مرتب باشه. حتی ناخون سوهان کشیده با ناخونی که ناخونگیر گرفتی خیلی فرق داره. اون ناخون سوهان کشیده خیلی مرتب تره، حتی کوتاهش. و حتی وقتی خودتون لاک میزنید، اگه لاک زدن رو دوست دارید بلاشید الان با هم ناخوناتون رو یه دور سوهان بکشیم، لاک بزنید و کیف کنید از دیدن دستتون، از اینکه انقدر قشنگ بهش رسیدید و انقدر زیبا شده و انقدر تمیز و مرتبه. حالا اگر لاک هم میزنید مسئله همینه، مسئله اینه که قاعده و قانون هر کس تو زندگی متفاوته. این ویدیو قراره چند تا راهکار دیگه که خودم انجام میدم و خیلی دوستشون دارم و خیلی خوب بوده برام براتون بگم. فکر میکنم ویدیو خیلی خوبی باشه. همین دیگه، پر حرفی نکنم، بریم سراغ کاشت ناخونم. لباسی هم که پوشیدم بهتون نشون بدم. این لباسا که میدونید دیگه ترند شده، اینجوری پاپیونیه با یه دونم شلوار مشکی و بعد دیگه عینک هم که در میارم، عینک دودیمو میزنم به همراه این کیف دیوید جونز عزیزم که هنوزم دوستش دارم، کیف پول، یه دونه عطر جیبی، این روژم که مارک استنلیه، شمارش هم سفته همینیه که زدم خیلی خوبه، و آینه آدمس توت فرنگی که عاشقشم، شاید باورتون نشه با هیچی عوضش نمی کنم. من عاشق این توت فرنگم چون مزه دنت میده. من عاشق دنت توت فرنگم. بریم که خواهرم منتظرمه. برگشتم و اول ناخونام بهتون نشون بدم که چقدر خوش رنگ و خوشگل شده و خیلی دوستش دارم، حالم باهاش خیلی خوبه. و میرسیم به دومه مورد از مسئله رسیدگی به خود که برای من این جعبه خیلی گرانقدر و دوست داشتنیه که خیلی دوستش دارم و فقط منوط به امروز نمیشه، هر روز من توی این قضیه به خودم میرسم چون خیلی برام با ارزشه که یه همچین کاری رو برای بدنم بکنم. داخل جعبه یه سری قرص ها هستن که برای من خیلی مفید بودن و میخوام بهتون معرفی کنم که اگر دوست داشتید شما هم تهیه کنید. اولین قرصی که میخوام بهتون معرفی کنم قرص فولیکوژنه که اگر تو فضای مجازی باشید میدونید یه مدت خیلی توی فضای مجازی اومد و ترند شد و اینا، و من اون موقع نخریدم تا زمانی که دکترم برام تجویز کرد و خریدم و یک روز در میخوام. نگم بچه ها از معجزش، یعنی جوری پوستمو خوب کرده، موهامو زخیم کرده که باورتون نمیشه. من کلا شما نمیتونید قضاوت کنید چون که همیشه توی ویدیوهای قبلی من همیشه کرم پودر داشتم، همیشه، ولی باورتون نمیشه از این سری که شروع کردم توی 2 هفته اصلا کرم پودر نزدم، فقط ضد آفتاب، حتی کانسیلر هم امروز فقط زدم، اصلا نمیزدم.
انقدر تاثیرش خوب بوده و مثبت بوده، با اینکه جوشای من جوشای هورمونیه و اگر جوش چربی یعنی چربی پوستتو جوش میده خیلی تاثیرش بیشتر میشه. 60 عددی رو من خریدم بین 500 تا 600. حالا تو اون روزایی که فولیکوژن نمیخورم قرص مولتی دیلی رو میخورم، یه قرصیه که 100 تا 120 هزار تومان قیمتش خیلی مناسبه، ولی یه روز در میون می‌خوام. اینو دکتر بهم گفت یک روز در میون بخور و تاثیرش هم خوبه به نوبه خودش، ازش هم راضیم، همین یک روز در میون هم می‌خورم. و قرص بعدی که می‌خورم با توجه به حال آزمایشی که دادم ویتامین دی هستش، ویتامین دی 2000 که یک روز در میون می‌خورم. بهش دوباره قطعش می‌کنم تا دوباره 6 ماه بعد یا 2 3 ماه بعد تا نمی‌دونم با دکتر مشورت کنم میرم دوباره آزمایش بدم، اگه کم بوده شده باشه دوباره شروع می‌کنم. ولی ویتامین دی به این ریزی بچه انقدر تاثیر داره توی روحی و حالتون که زمانی که احساس میکنی افسرده ای، حال نداری، همش خسته ای، اگر ویتامین دی رو شروع کنی احتماله که حالتون خوب بشه خیلی زیاده. واقعا میگم، چون این تاثیرش رو توی خودم دیدم. بازم میگم سعی کنید آزمایش بدید و طبق تجویز دکتر پیش برید. گزینه بعدی که دوباره طبق تجویز دکتر دارم میخورم قرص مگا اومگا هستش که اومگا 3 6 7 9 با همه و فقط اومگا 3 نیست. اگر شما در یک هفته دو بار ماهی نمیخورید یعنی اومگا 3 بدنتون احتمالاً کمه. اینو دکترم به من گفت. این قرص اومگا 3 رو به من گفت هر یک روز در میون بخور. قرص جوشان منیزیم که البته قرص منیزیم خیلی بهتره، ولی من این قرص جوشان برام خیلی جذابیت بیشتر خوشمزه‌تر. فقط همین این قرص جوشان منیزیم کلا از وقتی ورزش رو شروع کردم تهیه میکنم و بعد از ورزش همیشه این قرص جوشان میخورم، ولی به صورت مستمر و هر روز. قدیم اینجوری نبودم که هر روز خوردم، یه روز میخوردم یه روز نمیخوردم، یه هفته نمیخوردم، اینجوری بودم. ولی از وقتی هر روز، بازم احساس میکنم این توی مسئله هورمونا خیلی تاثیر داره و احساس میکنم این که پوستم خوب شده، این که شفاف شده، روشن شده، خوب شده، احتمالا به خاطر این بالانس هورمونامه که همین قرصای ساده تاثیر خودشون رو گذاشتن. و مهمتر از اون، شما با توجه به بودجهتون میتونید اینا رو جابجا کنید. مثلا یکی ازش بودجه براش اهمیتی نداره میره قرص فیتو میخره، ولی یکی ازش مثلا میاد فولیکوژن میخره، یا یکی ازش فقط میاد همین مولتی دیلی رو میخره. حتما یک هزینه بابتش کنار بذارید، منظورم اینه که بدون اینا نباشه، فقط همیشه تو روتینتون باشه. همین دیگه، من الان میرم ناهار درست کنم و دارم از گشتگی میمیرم. بعد ناهار این قرصامو میخورم، چون بعد از یک بعد پروتئینی قرصای اینجوری رو بخوری خیلی بهتره. خیلی هم دوستشون دارم، خیلی زیاده، خیلی، یعنی هر سری که این قرصا رو میخوام میگم آخه دارم به بدنم میرسه، آخه چیزی کم بود نداشته باشه. رفتم لباسامو عوض کردم با یه استایل جدید و میخوام الان بگم که سومین مورد از موردهای خود مراقبتی که هر روز به نظر من باید رعایت بشه توی آشپزخونه است و کنار حالا سالاد عزیزمه که همونجوری که میدونید بزرگتری خود مراقبتی اون چیزیه که داریم میخوریم که تاثیر بزرگی توی روزمرهمون داره، چون همونجوری که میگه اون چیزی که میخوری توی رودمون میره و من توی پادکست جا فکری که داشتم گوش میدادم اون چیزی که تو رودمون میره حتی توی روحیه‌مون، توی انگیزه‌مون، انرژی‌مون هم تاثیر میذاره. و به نظر من راستش بزرگترین تأثیری که توی اصلاح سبک تغذیه من تأثیر گذاشت فصل فکر میکنم 8 پادکست جا فکری بود که حدودا 11 اپیزوده، ولی بی نهایت مفیده و خیلی خوبه که برید گوش بدید. چه میخواید کاهش وزن داشته باشید، چه دوست دارید بدنتون رو سالم نگه دارید. کلا به نظر من بزرگترین جنایتی که در حق بشریت شده اینه که واژه رژیم اومد، واژه رژیمی که واسه کسایی که میخوان کاهش وزن داشته باشن، واسه یک زمان
کوتاه مدته، در صورتی که تغییر سبک زندگی به این معنیه که شما تو کل زندگیتون تغییر کنید. و کلا تغییر سبک تغذیه توی این زمونه واقعا سخته، ولی وقتی شروعش کنید به مرور زمان حالتون که خوب میشه، ناخواسته به اون چیزایی که مضرن مثل روغنی، یعنی غذاهای سرخ کردنی، روغنهای آفتابگردون، مثل فست فود، مهمترینش یعنی اون سوسیس و کالباس خیلی ضرر داره، و مهمتر از همه شکر بچه وحشتناکه برای بدن، و زمانی که شروع کنید به حذف کردنش احتماله که مثل یک معتاد باشید زیاده که ای بخواید برید سمتش، ولی خودتون رو باید کنترل کنید. و به نظر من خود مراقبتی که هر روز انجام میدید برای خودتون فقط نیست، توی تغذیه‌تون، برای تک تک اون سلولای بدنمونه که دارن یه سری فعالیت‌ها رو انجام میدن، و تنها چیزی که از ما میخوان اینه که غذای سالم بهشون برسونیم و خواب کافی و تحرک هم که بهتون گفتم پیاده روی که من صبح داشتم مهمترین قضیه است، باعث میشه حالم هر روز بهتر بشه. اینم بهتون میگم واسه کسایی که حالا توی کاهش وزن میخوان باشه، اینه که شما وقتی سبک زندگیتون رو به منظور سالم بودن بدنتون تغییر بدید، هم کاهش وزن دارید، هم بدنتون تغییر میکنه، هم حالتون خوب میشه. تمام چیزایی که میخوام بهتون بگم رو توی پادکست جا فکری میتونید گوش بدید، خیلی خوب و مفیده، و مهمتر از همه اینه که هر روز یک قدم برای خود مراقبتی خودتون بردارید، اونم فقط میتونه همین تغذیه سالمتون باشه که حواستون به خودتون باشه و مراقب خودتون باشید. من الان میرم این ناهارمون رو میخورم که احتمالا یه نون توستم کنار تخم مرغم میذارم، و بعد از ناهار قراره با هم یه چیزی درست کنیم، یه کاری انجام بدیم که دوباره توی ظاهر بدنمون باشه. الان میخوام بهتون یه اسکراب بدن یاد بدم که انقدر خوبه بچه، انقدر خوبه که حد نداره. یعنی بعد از اینکه این اسکراب رو توی حموم استفاده میکنیم، بعدش میبینید که پوستتون چند درجه روشن‌تر شده، واقعا بدون اغراق دارم میگم، و از اون مهمتر پوستتون نرم میشه. من خودم حالا تجربه اسکراب بدن خارجی یا آماده رو ندارم، این اسکراب بدن همش با چیزای درست میشه که توی خونه موجوده و میتونید خیلی راحت درست کنید، ولی انقدر تاثیرش خوبه، انقدر بوی خوب، اصلا خیلی خوبه، یعنی خیلی، یعنی بهترین بخش هفته من اون دو روزیه که از این اسکراب بدن استفاده میکنم، انقدر تاثیرش هم خوب بوده، مخصوصا همچنان که میتونید، من روی جای پشه و اینا خیلی درگیرم و همیشه اینا رو دارم، وقتی که یه بار استفاده کردم اون جای پشه ها فکر کنم حتی دو بار استفاده کردن از بین رفت تو بدنم، و انگار اون لایه برداری تاثیر خودش رو میده، خیلی خوبه، خیلی، یعنی یک بار امتحان کنید مثلا عاشقش میشید، و خیلی هم راحت درست میشه با چیزایی که توی خونه دارید. بیاید بهتون نشون بدم. خب اول از همه شما نیاز دارید به دو قاشق شکر، یک قاشق پودر قهوه آسیاب شده، حدودا یک نصف قاشق، یک قاشق عسل، یک کوچولو روغن نارگیل، شامپوی بدن. من حالا شامپوی بدنم دوباره نارگیله، خیلی خوشمزه شامپوی بدنشون، خیلی راضیم، و اصلا اینو که استفاده میکنی قشنگ توی حموم یه بوی نارگیل میاد، اصلا خیلی خوشگل. از اینم حدودا دو قاشو تمام اینا رو با هم باتی میکنیم. یه همچین بافتی داره توی دستم، همچین بافتی داره که لایه برداری میکنه. من هر سری که درست میکنم با همین مقدار حدودا 4 سری میتونم استفاده کنم، 4 سری یا 3 سری، ولی هفته دو بارم استفاده میکنم دیگه، خیلی خوبه، خیلی. الان میرم همون دوش میگیرم، از این اسکراب بدنه میزنم قشنگ بدنم کیف بکنم. از تمام اومدم قشنگ خیلی تمیز مرتب اسکراب زدم، خیلی به هم مزه داد، خیلی. و الان بهترین حالت اینه که ماسک بذارم، حالا یا ماسک خونگی هم و قهوه و ماسکی که بهتون یاد دادم توی ولگ قبلی، و یا ماسکای آماده. ماسک آماده الان بود خیلی خوب، ولی چون الان فرصت ندارم واسه ماسکای خونگی از این استفاده میکنم. این یه رولر سنگیه
که خیلی خوبه، چند ماه پیش خریدم و تو یخچالم نگهش میدم. بعد بعد از همون، چون که این منافذ باز ممکنه باز باشن به خاطر حالا بخارا و اینا، اینو که میکشم قشنگ اون یخی بودنش قشنگ منافذ باز رو میبنده و خیلی هم خوبه، احساس خیلی خوبی به پوستم میده، خیلی ازش راضیم و کلنم خیلی دوستش دارم. یه سر داره برای صورت و چشم، اینم که واسه یه چشم و اطراف چشمی که کوچیکه دیگه همین رو استفاده میکنم دیگه. ماسک نمیتونم استفاده یا پتی چشم استفاده میکنم، توی همون ولاگای قبلی هم که آموزشش رو بهتون دادم همین رو استفاده میکنم، چون که واقعا فرصتشو ندم و بهترین چیزی که به ذهنم میرسه همینه. خب با یه حس خوب نسبت به خودمون، نسبت به روزمون، میخوایم بریم مهمونی. یعنی مهمونی که چه از کنیم، رستوران دیگه، امشب تولد بابامه، میخوایم بریم بیرون سورپرایزش کنیم و اصلا هیچ کدوممون از صبح نگفتیم که تولدش رو مبارک و اینو، فکر میکنم شاید یادمون رفته. گفتیم بهش بگیم میریم شهر فرج، میخوایم واسه خواهرام فرج بخریم، بعد ولی بریم رستوران اونجا بهش بگیم تولدت مبارک و اینو. حالا لباسی هم که من پوشیدم، این پیرنمه که دامنیه، تا زیر زانو اندازم هم پاتشم که اینه، کرم رو تازه دوختم با همون کیف دیوید جونز هم که دوستش دارم، خیلی بهش میاد دیگه. و آماده پیش به سوی خریدن گل اول برای بابام، چون میخواد گل بخریم نصف من و معصوم، و با اون گل سورپرایز شروع کنیم. اینجا یه کبابی خیلی قدیمیه کرج که اسمش حاج عباس، بعد اینجا خیلی خوشمزه است کبابش، یعنی اگر کرجی هستی حتما، ولی خیلی چیزش قدیمیه دیگه، مثلا معمولی و قدیمی، خیلی خوشمزه است خیلی. مثلا ماه کشه حالا نمیخوام آدم ها بیا بودن اینو بگیرم اینا مثلا اگه این کارو نکنه ایرانی نیستی. قبل شام